خب آقای طاهری، تلاش زیادی کردم توی خودتون میدونید به عربستان رفتن قبل از اجلاس تهران برای اینکه راضی بکنن آقای محمد مرسی رو که به تهران بیاد برای اجلاس غیر متعهدها. به نظر شما آیا شرایط ممکنه مثلا الان اتفاقی که در مورد سوریه داره میفته، همین امروز قرار این جلسه برگزار بشه، آیا سوریه ممکنه امکان رو فراهم بکنه که ایران و مصر حالا ناخواسته حتی به هم نزدیک بشن برای اینکه بتونن مشکل در سوریه رو حل بکنن؟ بله، اگر ایران در سیاست خارجیش تغییراتی انجام بده، از جمله در مورد سوریه، از جمله در مورد بحرین، از جمله در مورد عراق، احتمال این که نه تنها مصر بلکه دیگر کشورهای عربی نظرشون نسبت به جمهوری اسلامی تعدیل بشه وجود داره. ولی در حال حاضر کشورهای عرب فکر میکنن که جمهوری اسلامی میخواد یک امپراتوری درست کنه به اسم تشیع و با علم کردن موضوع فلسطین و از این حرفا توده های عرب رو خام بکنه که فراموش کنین که ما شیعه هستیم و رهبری آقای خامنه‌ای و رفقاش رو بپذیرین، و این یک تهدیدی است برای امنیت به اصطلاح جهان عرب. کشورهای عرب بسیار ناراحتن از اینکه جمهوری اسلامی در واقع جنگ فرقه‌ای رو در عراق تشویق میکنه، بسیار ناراحتن از اینکه در لبنان دخالت کرده و با مسلح کردن حزب الله عملا دولت لبنان رو گروگان گرفته، یعنی در امور کشورهای عربی دخالت میکنه. اگر نکنه و عقب نشینی بکنه از این مواضع، بدون تردید کشورهای مثل مصر مثلا دلیل خاصی برای دشمنی با حتی با جمهوری اسلامی نخواهند داشت. ولی متاسفانه میدونین جمهوری اسلامی خودش رو در یک وضعی قرار داده که احتمال مانور دادن رو برای خودش محدود کرده، یعنی نمیتونه مانورهایی رو بده و تغییراتی رو بپذیره و سازشهایی رو بکنه که هر دولت عاقل و بالغ و جایز و تصرف و مختاری انجام میده در چنین شرایطی. بنابراین من در آینده نزدیک به هیچ وجه نمی‌بینم که جمهوری اسلامی بتونه واقعا موقعیت انزوای کنونیش رو در منطقه عوض بکنه، و به همین جهت بسیار نگران وقایعی هستم که ممکنه در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهدش باشیم. حالا طاهری، وقت اندکی داریم، یه پرسش این که همونطور که شنیدید آقای مرسی دفترشون اعلام کرده که ایشون در مهر ماه میاد به اواخر شهریور مهر ماه میاد برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، و به فاصله چند ماه بعدش در دی ماه دوباره میاد واشنگتن برای دعوتی که دولت آمریکا از او کرده. آیا آقای مرسی داره پیامی میفرسته به کشورهای منطقه یا ایران در مورد ارتباط و نزدیکیش به آمریکا؟ بدون تردید پیام میفرسته، ولی در این حال این سفر سفر طبیعی هم است. این رئیس جمهوری جدید مصر است، اولین رئیس جمهوری مصر است که با در یک انتخابات آزاد انتخاب شده و در واقع یکی از معدود رهبران کشورهای خاورمیانه است که در انتخابات پیروز شدن. بقیه همه یا انتخابات تقلبیه یا کشورهای استبدادی هستند. بنابراین میخواد که خودشو در مجمع عمومی نشون بده، ولی در این حال چون مجمع عمومی سازمان ملل اندکی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخ میده، آقای مرسی نمیخواد که این سفرش یه جور وانمود بشه که میخواد به آقای اوباما کمک بکنه. بنابراین دیدارش با آقای اوباما بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهد بود در واشنگتن، و طبیعی است که ایالات متحده میدونین که در نزدیک به 3 میلیارد دلار در سال به مصر کمک میکنه، بسیاری از نظامیان مصر رو تعلیم میده، منبع اصلی سلاح هست برای ارتش مصر، و مصر میدونین یک توافق خاصی با پیمان اتلانتیک شمالی داره همراه با چند کشور دیگه عرب. بنابراین همه این مسائل باعث میشن که روابط ایالات متحده و مصر یک روابط بسیار با اهمیتی باشه، و طبیعی است که رئیس جمهوری مصر میخواد درباره ادامه این روابط یا توسعه شون یا تغییر شکل دادنشون با رهبران آمریکا صحبت بکنه.